خواهرهای کرایه‌ای. خیلی کنجکاو بودم بدانم این خواهران کرایه‌ای دارای چه شخصیتی هستند، چگونه و توسط چه نهادها و سازمانهایی به کار گرفته می شوند، چقدر دستمزد می گیرند، از چه قشر و طبقه اجتماعی و اقتصادی هستند. برای همین به سراغ برادر شوهر خواهرم که در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب یعنی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شاغل است رفتم. بعد از گپ و گفتگوی کوتاه چند تا از عکسای این خواهران کرایه‌ای را که در گوشی موبایلم بود به ایشان نشان دادم و پرسیدم جریان اینا چیه؟ یه لبخندی زد و گفت میخوای ازدواج کنی؟ گفتم اولا نه، در ثانی خدا نکنه روزی بخوام با همچون افرادی یعنی از نظر شخصیتی ازدواج کنم، فقط میخواستم بدونم اینها با این سر و وضع چطور در این مراسما شرکت میکنن و علارغم تضادهای ظاهری که با حکومت دارند از حکومت طرفداری میکنند. ایشان گفتن ما به اینها میگوییم خواهران پورسانتی یا مأمور دو صفر ول. اکثر این زنان و دختران به جرمهایی مثل فرار از خانه، اعتیاد به مواد مخدر و روسپیگری و سرقت و و و دستگیر می شوند و بعد از تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی و سپس دادسرا و صدور حکم در دادگاه به زندان و بندهای مربوط به نسوان یعنی زنان فرستاده می شوند. در زندان از بین این زنان افرادی را که دارای تحصیلات و ضریب هوش بالاتر هستند و یا پیشبینی می شود بعد از آزادی دوباره به کارهای خلاف روی آورند شناسایی کرده و بهشان پیشنهاد همکاری می شود که بعد از آزادی از زندان برای آن نهاد مربوطه یعنی وزارت اطلاعات، وزارت سپاه و پلیس آگاهی، پلیس امنیت و غیره کار کنند و اکثر این زنان هم قبول می کنند چون هم خانواده و شوهر درست حسابی ندارند و هم کاری که حقوق مکفی داشته باشد در اختیارشان قرار نمی گیرد. سپس برادر شوهر خواهرم ادامه داد مثل همین اداره ما پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب از این دختران و زنان به عنوان تومه برای نفوذ به شرکت‌های هرمی یا کدکویستی و خانه‌ها و باندهای فساد و فحشا و شناسایی دختران فراری و معتاد در پارک‌ها و خیابان‌ها و و و استفاده می‌کند و چون خودشان قیافه آنچنانی دارند کسی بهشان شک نمی کند، ولی چون شخصیت سالمی ندارند و به خاطر پول این کارها را می کنند باید دائما تحت کنترل باشند وگرنه زیرابی می روند و می خواهند ما را دور بزنند. از ایشان سوال کردم خب اینهایی که گفتی کارشان جاسوسی و خبرچینی هست چه ربطی دارد که توی مراسم تظاهرات حکومتی شرکت می کنند و عکس خمینی و خامنه‌ای را بالا می برند و در مصاحبه‌های تلویزیونی حرف‌های آنچنانی رژیم را می زنند؟ ایشان گفت خب اداره ما از این خواهران کرایه‌ای می خواهد که کار خبرچینی و اطلاعاتی انجام بدهند، ولی نهادهایی مثل اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات یا حتی حراست صدا و سیما بنا به اهدافشان می توانند از این افراد در جهت انجام مقاصد سیاسی
و عقیدتی استفاده کنند. کافیست قبل از مراسم یک برگه نوشته به آنها بدهند و از ایشان بخواهند آن را حفظ کرده و سپس جلوی دوربین صدا و سیما تکرار کند و این گونه به بیننده القا کنند که زنانی با قیافه های آنچنانی هم طرفدار رژیم هستند. جناب سروان در ادامه گفت همونطور که بسیج یا سپاه از اراذل و اوباش معروف و شناسنامه دار به عنوان لباس شخصی و چماغدار استفاده می کند، از بین این زنان ویژه هم می تواند در جهت مقاصدش استفاده کند و یک موردش هم همان زنی بود که ادعا می کرد زن صیغه‌ای عبدالله مهاجرانی است و از وی در دادگاه خانواده شکایت کرده بود که بعداً معلوم شد یک پروژه طراحی شده از سوی دستگاه اطلاعات موازی بوده است و عقیم ماند. در پایان ایشان به من پیشنهاد کرد از این گونه زنان دوری کنم، چون هم خودشان خطرناک هستند و هم معمولاً چند لاتولوت به عنوان بادیگارد یا محافظ همیشه همراه اینها هستند که معصومیت قضایی دارند و از کشتن کسی هم باکی ندارند.